به نظر شما امکان داره که موجوداتی مثل دایناسورها، ماموت‌ها، ببر تاسمانی یا پرنده دودو که ده‌ها هزار سال از انقراض شدنشون می‌گذره، دوباره زنده بشن و نسلشون به چرخه؟ جواب اینه که بله، میشه. تو دوره‌ای از تاریخ زندگی می‌کنیم که هیچی نشد نداره. شرکتی به اسم کلوسال با همین ایده جذاب با 150 میلیون دلار سرمایه سال 2023 تأسیس شد. این شرکت قراردادی نوشته که تا سال 2027 همه موجوداتی که این نسل تا حالا فقط تو کارتونا و انیمیشن ها دیدن رو دوباره زنده کنه و نسلشون رو بچرخونه. البته با تکنولوژی و سرمایه قولی که این شرکت داره، همه مطمئنن که این کار رو انجام میدن. اونا میخوان ماموت ها رو توی دشت های یخی و سرد سیبری ساکن کنن. علاوه بر ماموت ها، کلوسال قول بازگشت ببر تاسمانی و پرنده دودو رو هم داده. اونا تا سال 2027، یعنی 3 سال دیگه، همه این کارا رو انجام میدن و عملی میکنن. دانشمندان آزمایشات و تحقیقات زیادی انجام دادن، ولی تو طرح اولیه همه خندیدن و هیچ کس باورش نشد که موجوداتی که 10,000 سال پیش نسلشون ریشه‌کن شده دوباره به زمین برگردن. این ابهام بزرگ باعث شد که شرکت کلوسال مخالفین زیادی داشته باشه. مخالفین با خنده میگفتن که اصلا ما میگیم این موجودات دوباره زنده شدن، اصلا آخر زمان شده و شما راست میگی. این کار چه سودی داره که براش این همه زمان و هزینه صرف کنی؟ جواب شرکت کلوسال این بود که زنده کردن دوباره این موجودات منقرض شده میتونه خیلی از مشکلات اقلیمی کره زمین رو حل کنه. حالا همه رمز و رازهای طبیعت و این موجودات انقراض شده مربوط میشه به 3 تا از جزیره‌های مهم و متفاوت تو نقاط متفاوت دنیا که موضوع اصلی این ویدیو و میخوام راجبش کلی حرفای جذاب بزنیم. با سینما همراه باشین. جزیره رانگل در روسیه، آخرین نسل ماموت ها 3700 سال قبل توی این جزیره زندگی میکردن. دانشمندان دی ان ایشون رو که بررسی کردن به قدمتی 4000 ساله رسیدن و نتایج فوق عجیبی به دست آوردن. نسل آخر ماموت ها به خاطر از بین رفتن ژن های جهش یافته منقرض شدن و حالا سوال اینه که این موجودات قراره چجوری زنده بشن؟ بس شاپیرو، پروفسور زیست شناسی، کتابی نوشته که چگونه میتونیم یک ماموت رو شبیه سازی کنیم. زیرش هم نوشته علم بازیابی کردن یک گونه منقرض شده. اسم این حیوان توی ویدیو که سال 1933 گرفته شده بنجامین هست که یه ببر تاسمانیه. 18 ماه هم بعد از این ویدیو میمیره. بنجامین آخرین ببر تاسمانی توی دنیاه. ببر تاسمانی جزو حیواناییه که آخرین بار 90 سال قبل در جزیره رانگل دیده شدن. درسته انقراض این موجوداتی که برای ما افسانه بودن خیلی لیست طول و درازیه، ولی باید بگم که تو کره زمین همین الان که این ویدیو رو میبینین یک موجود زنده منقرض شده. در واقع هر ساعت نسل 3 حیوان منقرض میشه و واقعا عجیبه. انسان‌ها دارن 1 میلیون موجود زنده رو به سمت انقراض سوق میدن. بین این موجودات منقرض شده موجودی به شکل سمبل و نماد به انقراض در اومده. این موجود ماموت و دایناسور نیست، بلکه پرنده دودو هست. دودو پرنده مرموزی بوده. این پرنده که حدود 1.5 متر قد داشته توی جزیره موریس زندگی میکرده. حالا میرسیم به جزیره دوم. انسان ها مدت ها فکر میکردن که دودو پرندهی بوده که فقط تو افسانه ها وجود داشته، درست مثل اجده ها و تکشاخ ها. ولی طبق اسناد تاریخی، دریانوردان هلندی سال 1598 وارد این جزیره بهشتی تو اقیانوس هند شدند. این پرنده های زیبا و البته خشن، چون تا اون زمان هیچ انسانی رو ندیده بودن، از آدم ها نمی ترسیدن، پرواز و فرار نمی کردن، توسط انسان ها شکار می شدن و حیوان های دیگه مثل خوک ها، موش ها و بوس ها که دریانوردان همراهشون به این جزیره برده بودن، تخم این پرنده ها رو نیست و نابود کردن. پرنده دودو که 350 سال قبل برای آخرین بار توی این جزیره دیده شده، تبدیل شده به نماد انقراض توسط انسان، خرابکار کره زمین.
پارک پلیستوسن که تو جمهوری یاقوتستان قرار داره و پدر و پسری دانشمند اونو درست کردن. 20 کیلومتر مربع مساحتشه. این پدر و پسر دانشمند تو سال 1993 بعد از پخش شدن فیلم پارک جوراسیک تحت تاثیر قرار میگیرن و اسم این پارکی که با تلاشای زیادی درست کردن پارک جوراسیک میشه. اونا هدفشون سرگرم کردن توریستا نبوده. هدفشون این بوده که دوباره اون سرزمینی که یه زمان پربرکت بوده رو احیا کنن. اونا معتقدن که این کارو میتونن فقط با بازگردوندن بعضی از حیواناتی که تو عصر یخبندان زندگی میکردن عملی کنن. از جاهای مختلف دنیا چارپایان رو به این پارک آوردن. اسب، گوزن، شتر و گاو نر توی این پارک وجود دارن. ویژگی مشترک این حیوانا اینه که همشون توی منطقه مشخصی زندگی میکنن و اسم همه این مناطق استپ ماموت ها هست. چون یه زمانی این منطقه که از آمریکای شمالی تا آسیای میانه امتداد داره محل زندگی ماموت ها بوده و این سرزمین صاحب زیست بوم وسیعی بوده. حیوانات مختلف از این مناطق جمع شدن و به پارک جوراسیک آورده میشن. زاد و ولد میکنن و زیاد میشن و حیاتشون به اکوسیستم این پارک هدیه خیلی خیلی بزرگی رو میده. حالا فکرشو بکنید که ماموت‌های غول‌پیکر هم توی این منطقه بگردن. ماموت‌ها تو زمستون مثل یه ماشین برفروبی عمل می‌کنن و میتونن راه‌ها رو به طور کامل باز کنن. برای همین بعضی از دانشمندان میگن که پس ما هم ماموت‌ها رو دوباره به این منطقه برمیگردونیم. حتی قرارداد هم نوشتن و تا سال 2027 وقت دارن که این پروژه رو عملی کنن. جورج چرچ یکی از دانشمندان معروف توی این زمینه هست که به عنوان پدر علم ژنومیک شناخته میشه. ژنومیک علمیه که ابعاد ساختاری و کاربردهای ژنتیکی گونه‌های مختلف رو تجزیه و تحلیل میکنه. اول ویدیو گفتم که قراره به 3 جزیره مهم بریم و 3 تا از گونه‌های جانوری که آخرین بار توی این جزیره ها دیده شدن و بعدم نسلشون منقرض شده رو ببینیم و تحلیل کنیم. از عجایب زمین اینه که ماموت‌های منقرض شده و فیل‌ها با هم دیگه نسبت فامیلی دارن، مخصوصاً فیل‌های آسیایی. ژن فیل‌های آسیایی و ماموت‌ها 99% یکسان هست. یعنی اگه یه فیل آسیایی داشته باشیم، به طور ژنتیکی 99% ماموت‌ها هم وجود دارن. دانشمندا تلاش می‌کنن تا با استفاده از ژن‌های این فیل‌ها ماموت‌ها رو دوباره زنده کنن. این دو موجود دو تا کد دی ان ای دارن که فیل آسیایی یه سری بخشای ماموت‌ها رو نداره. اینجاست که باید دی ان ای ماموت‌ها رو بهش بچسبونن و این باعث میشه ماموت‌ها به وجود بیان. همین الانش هم سلول ماموت توی آزمایشگاه شرکت کلوسال وجود داره. قراره خیلی چیزا دستکاری بشه. پس ما با فیل آسیایی به زودی به یک ماموت زنده میرسیم که قراره نسلش بچرخه. بارداری فیل‌ها معمولاً 22 ماه طول می‌کشه. کارو واقعا سخت میکنه، ولی از انسان و تکنولوژی بعید نیست که روند حاملگی فیل‌ها رو هم عوض کنه. هزاران بار شکر و سپاس که تا آخر ویدیو همراهمون بودید. لایک شما انرژی من رو 100,000 برابر میکنه تا ویدیوهای جدید و بیشتری بسازم. سینما رو ساب کنید و زنگولش رو فعال کنید. مرسی.